مبتلا است یا فراموشی نمی‌دانم. بعضی وقتها گمان بر این می رود که ما مردم ایران حافظه کوتاهی داریم و خیلی زود حوادث را فراموش می کنیم. بعضی وقتها می بینیم آن اتفاق از یادمان نرفته است، اما تأثیرش را برایمان از دست داده و خیلی عادی در موردش سخن می گوییم. اما بعضی وقتها، نه، بیشتر وقتها، نه، درستش اینه که بگم همیشه ما مردم در تله روانی گیر کردیم. وقتی صحبت از وضع اقتصادی میشه همه ناله میکنن، داخل و خارج ناله میکنن. صحبت از هزینه خورد و خوراک و آموزش و بهداشت و درمان و همه و همه که به میان میاد، دلها خالی میشه، چشما پر از اشک و زبان شروع به بیان مشکلات میکنه. علت کجاست؟ همه میدونن. جمهوری اسلامی که ایران ما رو اشغال کرده. مردم ما همه این پاسخ رو خواهند داد. مقصر حکومتی دیکتاتور و خودکامه و تمامیت خواه هست. اما بیایید با خودمون رو راست باشیم. همه میدونن که جمهوری اسلامی نیومده که برای ایران و مردم ایران کاری بکنه. بنابراین خیلی طبیعیه که این همه ظلم و جنایت و قتل و غارت و فساد و فحشا و اختلاس و دزدی را بیاندازه. اما مردم کجا هستند؟ هر روز درگیر یک ماجرای جدید، هر روز یک داستان جدیدی به راه میافتد و افکار مردم را به سمت خودش سوق میدهد تا از مسیر اصلی خارج نماید. خب این طبیعی است. وقتی مردم درگیر حاشیه می شوند، برد با کسی است که در وسط میدان بدون حریف در حال گل زدن است. از نقطه آغازین شروع کنیم. این گونه بهتر است. نقطه سرخط. سال 57 چه بر سر مردم آمد؟ خمینی در ماه. مردم درگیر دیدنش در ماه شدند و لذت می بردند که این دروغ بزرگ را می بینند و برای دیگران با آب و تاب هم تعریف می کنند و برای اینکه از قافله عقب نمانند سهه می گذاشتند بر این فریب بزرگ. شاه رفت. عده‌ای فریب خورده در خیابان‌ها 24 ساعته فریاد زدند و شکلات و شیرینی پخش کردند که دیو رفته و فرشته آمده است. اما از همان روزهای نخست که دیو خارج شد، همه فهمیدند که آن دیو فرشته بوده است و دیوی با لباس فرشته به مردم ایران غالب گردیده است و مردم هم باز فریب خوردند و به دنبالش دویدند تا از آب و برق و اتوبوس مجانی عقب نیفتند و پول نفت را دم در خانه بگیرند. کشتار مقامات کشوری و لشکری فریب بزرگی برای تثبیت رژیم در همان اوایل بود که مردم تمام حرفای ملایان را در این قتل عام بزرگ دلاوران ایران زمین بدون چون و چرا پذیرفتند و در نهایت سکوت اختیار کردند. خلخالی بسیاری از مردم رو به جرم اعتیاد کشت و این هم فریبی دیگر تا مردم بترسند و اعتراض نکنند و در نهایت در خانه بمانند. اما دیری نپایید که همان دوندگان پشت سر خمینی با پای خود به چوبه های دار سپرده شدند و عده‌ای هم به جنگ 8 ساله رفتند و به جای گرفتن پول نفت دم در خونه هاشون، جنازه های متلاشی شده عزیزان و فرزندانشون رو دم در خونه تحویل گرفتن و مردم ایران درگیر فریب بزرگی به مدت 8 سال به نام جنگ شدند.
فریب جنگ و آوردن شهید و تشییع جنازه شهدا در شهرها، اون هم به صورت دسته‌ای، بازار رژیم خوب داغ کرده بود و مردم هم با لذت از خوردن این فریب هیجان انگیز هر روز دنبال رژیم و فریبهایش دویده. جنگ تمام شد، بازار بعدی را افتاد، آزادی اسرا، و باز هم ایران در غفلت نابودی به دنبال جشن و پایکوبی بازگشت فرزندان خود. اما قتل و غارت و دزدی پشت همه این داستان ها کماکان ادامه داشت. خمینی مرد و عده‌ای از اندوهش به فنا رفتند و درگیر مسائل حاشیه‌ای مرگ خمینی و به درک واصل شدنش و به گور سپردنش. باز هم مردم درگیر انتخاب رهبر بعد شدند. مردمی که ادعا می‌کنند در 57 با ملایان نبودند، در غم به درک واصل شدنش سیاه‌پوش شدند و صدایشان در نیامد. رفته رفته بازی انرژی هسته‌ای و داستان و بازی فریب تحریم‌ها به صورت علنی آغاز شد. این فریب‌ها روز به روز مردم رو از سوی به سوی دیگر کشاند و می‌کشاند و می‌کشاند و می‌کشاند تا مبادا به فکر اعتراض و اعتصاب و قیام و سرنگونی بیفتند. سال 76 مردم را با قتل‌های زنجیره‌ای برای مدتی سرگرم کردند. سال 78 با درگیری یگان ویژه نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها و مأمورین امنیتی با دانشجویان در خوابگاه امیرآباد، بحث را وارد فاز تازه‌ای نمود و فریب‌ها خونین‌تر گردید. سقوط هواپیماها فریب دیگری برای جلوگیری از شیوع تفکر براندازی در جامعه بود و همزمان بیرون نمودن رقبای خود از قدرت. رفته رفته دیگر سرنگون کردن هواپیما و مرگ 2300 نفر برای رژیم توجیه اقتصادی در یک بازده زمانی داخلی و خارجی نداشت. شرایط را برای درگیری‌های بعد از انتخابات 88 فراهم نمود تا موج بین‌المللی راه بیندازد و به راحتی مردم و اتحاد بینشان را شق شق کند، و موفق شد و این کار را کرد. قهرمانسازی پشت قهرمانسازی، توهم پشت توهم، جا زدن سوپاپ‌های اطمینان پشت سر هم، تأسیس شرکت مزدوریابی پشت سر هم، تله پشت تله، سوژه پشت سر سوژه، اعدام، قتل عام، آن هم با زلزله دستساز، سیل، طوفان، آتش سوزی، پلاسکو، سانچی، هاشمی رفسنجانی، شاهرودی، شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین، آدم ربایی در خارج از کشور، قتل روح الله زم و و و و این داستان ادامه دارد. همه و همه شدن ابزار فریب و سرگرمی مردمی که جانشان به لب رسیده و با دست خالی به دنبال ابزاری برای این بازی می‌گردند و متوجه نیستند که این ابزار رژیم است و نباید به آنها دست بزنند. ستاره بهشتی و ندا آقا سلطان را از ما گرفتند. چه شد؟ نداها و ستارها برای چه کشته شدن؟ که فقط عکس و نامشان را پخش کنیم؟ برایشان خرما و حلوا پخش کنیم؟ برایشان زجموره بزنیم و سیاه برتن کنیم؟ آرمان آنان چه بود؟ آرمان نیکیتا و پویاها چه بود؟ و همه آنانی که رفتن چه میخواستن؟ نبیل به چه گناهی کشته شد؟ که ما سیاه‌پوش شویم و در نهایت رژیم جشن بگیرد؟ مگه همه این عزیزان نرفتند و سینه هایشان را برای نجات ایران و ایرانی جلو ندادند و تیر و تناب دار نصیبشان نشد که ایران زنده بماند تا
مردم ایران بیدار و هوشیار گردند. آنها نرفتند که تنها نامشان را قهرمان سازند. آنها رفتند به امید اینکه ما مردم راه آنها را ادامه دهیم، نبنشینیم و برایشان زجمویه کنیم و روزخانی را بیندازیم. این برای قهرمان سازی از افراد مبارز یا مهره های خود رژیم و سناریو نویسی و اجرای آن که مردم به بیراه روند کماکان ادامه دارند. اما ما مردم تا کجا می خواهیم ادامه دهیم؟ هر روز در یک تله گیر کرده ایم. از انتخابات آمریکا گرفته تا اعدام‌های سوری عوامل رژیم و دستگیری عواملی که در مسیر سیاست‌های رژیم در تلاش هستند، همه و همه ما را به ناکجا آبادی می‌برد که انتهایش نیستی و نابودی ایرانمان است. در روزگاری نه چندان دور از شاهزاده رضا پهلوی ایراد می‌گرفتند که چرا نشسته است و کاری نمی‌کند. ایشان به میدان آمدند و شورای ملی را بنیان نهادند. به ناگاه موج حملات و توهین‌ها و تهمت‌های رنگی روانه ایشان شد. از پول گرفتن از کشورهای مختلف گرفته تا چرایی گفتگو با رسانه‌های گوناگون عربی، از دروغ پردازی و دخالت در انتخاب همکارانشان در شورای ملی. نتیجه چه شد؟ همان که رژیم دوست داشت. متلاشی گردید. به چه مجوزی ظالمانه بیانیه آخرین هشدار به آخرین ولیعهد را امضا و منتشر نمودند و این همه حمله کردند به تنها ناجی و وکیل مظلوم ملت ایران؟ و در این بین کجا بودند این همه مدعی در آن زمان که فقط تعدادی انگوش شمار از ایشان حمایت و دفاع کردند؟ بعد از آن فحشگرد چه شد؟ متلاشی شد؟ ققنوس چه شد؟ آیا به چرایی شکست اینها فکر کرده این؟ چرا؟ چون ما مردم ساکت و خاموشیم. چون ما مردم دوست داریم فقط موج سواری کنیم. چون ما مردم دوست داریم همیشه با کنش باشیم تا کنش. چون ما مردم بیشتر دوست داریم دیگران برایمان تصمیم بگیرند تا خودمان دست روی زانوی ما بگذاریم و برای خودمان آینده روشنی را رقم بزنیم. آنانی که به عوامل 57 ایراد میگیرند و به دنبال بردنشان به دادگاه برای پاسخگویی جنایت سال 57 هستند، خودشان هم توسط نسل‌های بعد به دادگاه خواهند رفت به جرم فریب خوردن، به جرم مهیا نمودن شرایط برای فریب خوردن دیگران. کسانی که با گذشتهشان در حال مشغول فریب دادن و فریب خوردن هستند، در آینده باید در انتظار سیلی‌های محکمی از نسل‌های بعد خود باشند. در آینده کسانی می‌توانند روی زانوهایشان صاف، با سینه‌ای ستبر چون کوه و سری سرفراز چون سرو در مقابل نسل‌های بد بایستند که امروز فقط و فقط به دنبال آزادی ایران و ادامه دهنده راه تمام جانباختگان راه آزادی هستند. نه به دنبال قهرمان سازی هستند و نه به دنبال بت سازی و شخص محوری، بلکه به دنبال راهی هستند بزرگ تا ظرفیت بزرگی برای آرمانی بزرگ به نام آزادی ایران از چنگال رژیم اشغالگر ملایان را داشته باشد. به فکر ایران باشیم که از ایران دیگر چیزی باقی نمانده است. از تکبر و خودمحوری و تکروی بپرهیزیم. اگر به فکر ایران هستیم، تا دیر نشده تیم رهبر میانی را انتخاب نماییم که این تنها راه همبستگی در تمامی زمینه هاست.
از رهنمودهای شاهزاده رضا پهلوی بیاموزیم و به آن عمل کنیم تا پیروز شویم. نور بر تاریکی پیروز است و تمام.